فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله رب العزت طاعت و عبادت ما شمار در طول هفته قبول و مقبول دربار خود بگردانه و از خیر و برکت از این روز مبارک جمعه که عید هفته ای مسلمان ها هست از خیر و برکت شما و شمار محروم نگذاره و از او اجر و ثواب را که الله رب العزت برای مسلمانانی که جهت اقامه از این شعیره دینی روز جمعه سعی و تلاش و کوشش میکنن الله رب العزت ما شما را محروم نگردانه. الله رب العزت از کمی ها و کستی هایی که در طول هفته در رابطه با احکام دین از ما سر زده در گذر شوه و ما و شما را مورد عفو و بخشش قرار بده و در وقت و زمانی که مرگ به سراغ ما میرسه با ایمان و با رضایت پروردگار عالم از این دنیا ما و شما را به آخرت انتقال بده. شک نیست برادر اسلام که خطبه های جمعه ما و شما در رابطه با یکی از قضایای بسیار مهم عقیده اسلامی که در حقیقت ایمان آوردن به قضا و قدر الله رب العزت است ادامه داره و بحث در رابطه با قضا و قدر هم بحث آسان و ساده نیست، بلکه بحث در رابطه با قضا و قدر جمله بحثایی هست که بسیاری گروه ها را به طرف دلالت و گمراهی کشانده و حتی بسیاری گروه ها را از دایره اسلام هم خارج کرده و به می جهت است که در رابطه با بحث روی قضیه قضا و قدر حتی در برخی از احادیث و روایات پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر ما را مراجعه میکنیم در میابیم که حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحابه در رابطه با بحث کردن در مورد قضا و قدر منع کرده است. و جهت از اینکه قضا و قدر یک سر از اسرار الله هست، سر هست که از بنده ها و از همه مخلوقات خدا را در پنهان و در غیب گذاشته و بالاخره از ما و شما تقاضا کرده که به ایش ایمان بیار دیگه، مانند که الله رب العزت در یک جهان غیب هست و هیچ مخلوق را دیدن نمیتانه، ولیکن ما با وجود عقیده کامل داریم. پس به عین شکل متوجه باشین قضیه قضا و قدر هم سر از اسرار الله رب العزت است که در جهان غیب این سر مکنون کرده و ما و شما را مکلف به ایمان آوردن به او انجام داده. پس به می خاطر به اندازه صلاحیت آن چیزی که ما از خلال آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دست داریم در رابطه با این مسئله صحبت میکنیم و همچنان در رابطه با برخی از انحرافاتی که در رابطه با عقیده و قضا و قدر در طول تاریخ اسلام ما و شما ایجاد شد از صدر اسلام تا به امروز، او را هم باید ما و شما بفهمیم که تا یک انسان مؤمن و مسلمان در رابطه با مسئله ایمان به قضا و قدر و در رابطه با آن چیزی که مکلفیت و مسئولیتش در دنیا میباشه و در رابطه با آن چیزی که در آخرت در انتظارش هست بین از این چیزها خلط نکنه و ایمان خدا در رابطه با قضا و قدر به انحراف و دلالت و گمراهی سوق نده. پس به می جهت است که بعد از اینکه ما در رابطه با تعریف از قضا و قدر و مشروعیتش و ارکانش صحبت کردیم، بعد از او در رابطه با ابحاث ایمان به قضا و قدر که در حقیقت ارتباط از او با افعال ما و شما انسان ها و اعمال ما و شما انسان ها می باشه به او پرداختیم که آیا ایمان به قضا و قدر به ایمان ها هست که هر آن چیزی که ما میکنیم و میگیم و انجام میدیم هم پیش از پیش همش فیصله شده و نوشته شده و ما مطابق از او به اصطلاح حرکت میکنیم و یا ای که برای ما انسان ها هم اختیار اراده وجود داره. پس به این خاطر در رابطه با برخ از گروه هایی که در صدر اسلام ایجاد شده بودند و راه های انحراف و دلالت و گمراهی را پیش گرفتن و بالاخره ایجاد از این گروه های مختلف بود که تا یک گروهی که به نام اهل سنت و جماعت نامیده میشه، گروهی که همیشه پیروی آن چیزی بوده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اصحاب خود توصیه میکردن و گروه قیام بکنه و حقیقت ایمان آوردن به قضا و قدر را بیان بکنه
و از آن چیزی که افراد و تفرید در رابطه با این عقیده ایجاد شده و افراد و تفرید در رابطه با این عقیده از بین ببره. و جهت از این که ما همیشه این مسئله را میگم که انحراف در دین همیشه یا از افراد و یا هم از تفرید صورت میگیره. وسطیت و میان روی و تعادل از جمله خصوصیت های اسلام است که الحمد در مدت 1400 سال تا به حال الحمد باقی ماند. پس به همین خاطر در رابطه با یکی از گروه ها در هفته گذشته ما و شما صحبت کردیم که در حقیقت گروه جبریه بوده و ایره هم بیان کردیم که به نام جبریه ما کدام گروه فعلا نداریم، ولیکن هدف از بیان از این گروه ای بوده برادر اسلام که اگرچه گروه جبریه وجود نداره ولیکن افکار از او امروز در اذهان بسیاری از مسلمان های موجود داره. افکاری که جبریه ها داشتن او افکار امروز ما به نزد اکثریت مسلمان ها و یا بسیاری مسلمان ها در رابطه با قضا و قدر پیدا میکنیم که همه مسئولیت بالای قضا و قدر میندازن و همه مسئولیت بالای نصیب و قسمت میندازن و همه مسئولیت بالای از این چیزها میندازن و خدا از مسئولیت چی میکنن؟ خلاص میکنن. پس به این خاطر در رابطه با مسئله دلایل جبریه ها که با چی دلایل اونا میگن که انسان در تحت قضا و قدر الهی مجبور میباشه صحبت کردیم و امروز صحبت ما در رابطه با وجه دلالت و گمراهی از این گروه هست. کمی گروه جبریه را که ما گروه دال میگیم، گروه گمراه میگیم، ورای انحراف در رابطه با قضا و قدر ایجاد کردم، علت دلالت و گمراهی از اینها در چی میباشه؟ و انشاءالله تعالی اگر وقت به ما و شما به اصلاح یاری کرد در رابطه با گروه دیگری که برام قدریه ها هم نامیده میشن و اونا هم رای انحراف در رابطه با ایمان به قضا و قدر در پیش گرفتن و آرا و افکار و نظریات از اونا را هم امروز ما در بین بسخر مسلمان ها پیدا میکنیم، در رابطه با او هم صحبت صورت میگیره. و انشاءالله تعالی در هفته های آینده ما و شما نظریه اهل سنت و جماعت در رابطه با این مسئله بسیار خطرناک که ما چگونه به قضا و قدر و ارتباط از او با افعال انسان ایمان داشته باشیم و علمای اهل سنت و جماعت چگونه این مسئله را برای ما و شما بیان کردن، کلش از جمله قضایای اساسی هست که یک انسان مؤمن و مسلمان در رابطه با مسئله قضا و قدر باید بدانه. پس گروه جبریه ها که برادر اسلام قسمی که در هفته گذشته براتون بیان کردم و خلاصهش ایست که جبریه ها از کلمه جبر گرفته شده و جبر به معنای اکراه را میگن و این گروه را به نام جبریه به خاطر یاد میکنن که این گروه به این عقیده هستن که گویا انسان در تحت قضا و قدر الهی مجبور است هر آن چیزی که فیصله کرده انسان همون را انجام میده. و مثالش هم براتون دادم که مانند قلم به دست کاتب، هر طرف که کاتب قلم دور داد قلم همون طرف میره، قلم از خود اختیاری رو در نداره که توی طرفش کش کنی و باز قلم بگه نمه این طرف میره. وجه دلالت و گمراهی از این گروه در چی هست برادر استم؟ اولین وجه دلالت و گمراهی از این گروه در این هست که هر زمانی که ما انسان اینمی قسم مجبور در تحت قضا و قدر معرفی میکنیم به این معناست که ما مسئولیت و مکلفیت از انسان به کلی دور کردیم دیگه، انسان به کلی غیر مسئول و غیر مکلف شمردیم. در حالی که اگر ما در متون دینی خود مراجعه بکنیم، در آیات قرآن مجید مراجعه بکنیم، در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنیم، شک نیست که از خلال از این چیزها برای ما معلوم میشه که ما من حیث یک انسان در این دنیا یک مسئولیت داریم، یک مکلفیت داریم. پس اگر ما خود در تحت قضا و قدر الهی مجبور بگوییم و کوچکترین اختیار اراده را برای خود نسبت ندیم، یعنی به این معنی که ما مسئله تکلیف و مسئولیت از خود رفع کردیم دیگه، خلاص دیگه ما هیچ کدام مسئولیت نداریم، هر چی که میکنی پیش از پیش فیصلش رو مطابق از او انجام میدیم. پس رفع مسئولیت و مکلفیت ای در حقیقت وجه دلالت و گمراهی گروه جبریه ها هست که میخواین خود از مسئولیت خلاص بکنه. مسئله مجازات و مکافات دیگه از بین میره دیگه. مجازات و مکافات یعنی چی؟ مجازات و مکافات ما زمان میدیم چه در دنیا چه در آخرت که یک انسان یک کار با اختیار ارادی خود انجام میده دیگه. تو که یک کار با زور انجام بدی، با جبر انجام بدی، با اکراه انجام بدی دیگه تو هیچ وقت نه مورد مجازات قرار میگیری و نه هم مورد مکافات قرار میگیری.
و در حالی که ما میبینیم که دین مقدس اسلام و پیدایش انسان، زمین و زمان، آخرت، بعثت انبیاء علیهم السلام، همه از اینها فقط بلای نمی مجازات و مکافات پای گذاریشته برادر اسلام. نهایت انسان بالاخره چی هست؟ یا امو فوز و کامیابی آخرت است که در حقیقت جنت می باشه، و یا هم الله رب العزت ما و شما رو نگاه بکنه آتش جهنمی هست که در انتظار بستا کسایی می باشن که از دین خدا رو گردان شده. پس قضیه مکافات و مجازات دیگه از بین میره و این دیگر وجه دلالت گمراهی از این جبهه های هست که همیشه می خواهن که مسئولیت همه چیز بر قضا و قدر و نصیب و قسمت بندازن که تا به این اساس نه مجازات باشه و نه هم مکافات باشه. و حتی دین مقدس اسلام زمانی که یک انسان در رابطه با اکراه و جبر یک کار انجام میده هیچ وقت رو مسئول نمیشماره، هیچ وقت مسئولش نمیشماره. یکی از مواردی که مسئولیت و مکلفیت از سر انسان سلب میکنه متوجه باشین که جبر و اکراه میباشه. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم صراحتا فرمودن که رفع القلم عن ثلاث، مؤاخذه از سر 3 نفر برداشته شده و یکی از اونها کی هست؟ آن کسی که بالای از او با زور و جبر و اکراه یک کار صورت میگیره. پس چه قسم ها گفته میتونیم که با زور و جبر و اکراه در تحت قضا و قدر الهی قرار بگیریم و از او طرف برای ما شما مکافات باشه و مجازات باشه؟ شک نیست که منافع آن چیز هست که ما در رابطه با او بیان میکنیم. وجه دیگر دلالت گروه جبری ها برادر اسلام دهی است که هر زمانی که ما به این عقیده جبر می باشیم، یعنی به این معنی که میگیم گویا که انسان در تحت قضا و قدر الهی مجبور است، کوچکترین اختیار نداره، متوجه باشین که حکمت تشریع و حکمت شریعت های سماوی دیگه از بین میره برادر اسلام. چی معنی؟ همه ما شما میدانیم که عدل الهی دو نوع است، یکی را به نام عدل تکوینی یاد میکنند و یکی را به نام عدل تشریعی یاد میکنند. عدل تکوینی الله رب العزت در حقیقت اون مو عدل هست که متعلق به نظام کائنات است و ما شما در نظام کائنات میبینیم که در نظام کائنات کوچکترین تفاوت را ما در جهان کائن هر چیز در جای مناسبش قرار داره. و به عین شکل زمانی که الله رب العزت در رابطه با عدل تشریعی که توسط شریعت های سماوی برای ما و شما می فرسته، شک نیست که این شریعت های سماوی در حقیقت یک سلسله اوامر و نواهی هست که الله رب العزت ما و شما را به او مکلف می سازه و در رابطه با هر یکی از این اوامر نواهی متوجه باشین که حکمت های مختلف در ورای از این چی می باشه؟ نهفته می باشه. پس هر زمانی که ما به عقیده جبر باشیم و همه چیز به قضا و قدر نسبت بدیم و خود مانند یک چوب یک قلم در دست کاتب بدانیم در تحت قضا و قدر، پس مراد از این امر و نهی چی شد برادر اسلام دیگه؟ ببینید اگر ما در حیات زندگی روزمره خود نظر اندازی بکنیم، آیا امکان داره که ما یک دروازه را خطاب بکنیم به یک امر و نهی بکنیم؟ آیا امکان داره که ما یک چیز بی جان را به اصطلاح بگیم که تو اتوکو و یا اتوکو؟ امکان نداره. اگر ما در وزر بگیم پیش شو، باز شو، ولا چتو بکو، یک نفر سر ما خنده میکنه برادر تو دیوانه شدی در وزر گفته را ایسی که پیش. پس چگونه الله رب العزت ما شما را امر میکنه که نماز بخوان، روزه بگی، زکات بده، کفر نورز، دروغ نگوی، شرک نکو، شراب نخو و بعد از عمر در تحت قضا و قدر هم تو خوب محکم گرفته باشه ما هیچ چیزم کرده نتانه؟ پس عقیده جبر متوجه باشین که حکمت تشریع الهی را چی میکنه؟ از بین میبره. در حالی که همه ما شما میدانید که از آدم علیه السلام تا با خاتم علیه السلام همشان به خاطر بین این تشریعات آوردن دیگه. اگر ما در تحت قضا و قدر الهی مجبور می بودیم و هر چیزی کنجا فیصله کرده بود، پس چرا الله رب العزت به این چیزا ما رو مکلف می سازه دیگه؟ وجه دیگر دلالت و گمراهی گروه جبری برادر اسلام، اگر ما به عقیده جبری عمل بکنیم متوجه باشین که در جهان و نظام کائنات ما و شما حرج و مرج واقع می شه. در جامعه که ما تو زندگی میکنیم حرج و مرج واقع می شه. چرا؟ و جهت از اینکه هر زمانی که هر یک به عقیده جبر تمسک می ورزه
دیگه ما کس را ظالم نمیگیم، دیگه ما کس را سارق نمیگیم، دیگه کس را ما به اصطلاح گمراه نمیگیم، دیگه هر کس بالای هر کس که تجاوز کرد، تعدی کرد، مالش گرفت، دیگهش گرفت و نسبت از این به قضا و قدر الهی داد که قضا و قدر الهی فیصله کرده، پس خودت فکر بکن که در جامعه چی حال میشه دیگه. یعنی به این که من مسئول نبودم، قضا و قدر الهی فیصله کرد که ما بچه تو بکشم دیگه، تو بچه از او را بکش، ولی قضا و قدر الهی فیصله کرد ما بچه تو را بکشم دیگه، تو مال از او را دزدی که او مالت، بس جامعه چی میشه برادر اسلام؟ معیارهای ارزش ها همش از بین میره دیگه، در اونجا کس به حساب کس را ظالم نمیگه، کس را سارق نمیگه، بس همه چیز به قضا و قدر. و جمله مهمترین وجه دلالت و گمراهی جبریه ها، کسایی که نسبت افعال انسان به قضا و قدر میدن و میگن که ما در تحت قضا و قدر الهی مجبور هستیم، برادر اسلام متوجه باشین که اساس ترین وجه دلالت گمراهی از اونها این می باشه که نسبت ظلم به الله جل جلاله میدن، ظلمی که الله رب العزت از خود نفی کرده، ظلمی که الله رب العزت در قرآن مجید بر ما شما صراحتا میفهمه که ولا یظلم ربک احد، الله رب العزت در حق هیچ کس ظلم نمیکنه. حتی در آیت دیگری بر ما میفرماید که ولا یظلم ربک مثقال ذره، به اندازه یک مثقال ذره هم پروردگار عالم در حق کس ظلم نمیکنه. و منافی از این حدیث قدسی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میباشد که الله رب العزت اعلان میکنه ای بنده هام از ظلم از خود نفی کردم، فلا تظالمو، شما هم با یک دیگرتان ظلم نکنین. اینمی عقیده جبری که امروز بسیاری کسا به این عقیده می باشند و اکثریت اعمال و افعال زشت و بد خود به قضا و قدر و نصیب و قسمت و به هر چیزی که باشه نسبت میتن، برادر اسلام متوجه باشین که اینا در حقیقت نسبت ظلم به الله جل جلاله میتن و شک نیست که نسبت ظلم به الله رب العزت حتی ما و شما را از دایره اسلام هم چی میکنه؟ خارج میکنه دیگه. خب متعلق به مسائل عقیده میشه دیگه. یعنی چگونه به الله جل جلاله ایمان داشته باشم در حالی که ما بگوییم که الله در حق بنده چی میکنه؟ ظلم میکنه. خب چگونه نسبت ظلم به الله جل جلاله داده میشه؟ عقیده جبریه برای ما میگه که هر آن چیزی که تو میگی قبل از قبل برای تو نوشته شده. همه تو یک چیز میگه، قتل کردی، انسان کشتی، پیش از پیش برای تو نوشته شده و علم الله رب العزت فرا میگرفتیش و مطابق از تو انجامش دادی. رفتی زنا کردی و اسلام چیزی بود که در حق تو نوشته شده بود. خب در حق تو که نوشته شده بود، تو برای ما بگوی زمانی که با می قتل و با می زنا تو در روز آخرت میری، آیا الله رب العزت تو را مکافات میده، در بهشت میبرید و یا در جهنم میره تعذیبت میکنه؟ پس چگونه الله رب العزت یک بنده خود تعذیب بکنه در حالی که او را مجبور به انجام دادن یک کار کرده؟ چگونه امکان داره برادر اسلام؟ الله رب از یک طرف مرا مجبور به سرقت و دزدی و العیاذ بالله قتل میکنم و از جانب دیگه باز من را تعذیب میکنم، بگوین که این ظلم هست یا نیست برادر اسلام؟ پس عقیده جبر متوجه باشین که عقیده آسان نیست برادر اسلام. یا یک انسان به طرف دلالت و گمراهی سوق میده و یا هم یک انسان از دایره اسلام خارج میسازه. خدای نکرده اگر ما بازی نسبت به چی کردیم؟ نسبت ظلم به الله جل جلاله بوده. از کل از این چیزها وجه دلالت و گمراهی اینمی گروه جبریه ها بوده که در صدر اسلام در رابطه با اینمی عقیده قضا و قدر و ارتباطش به افعال انسان ایجاد شده و تا به امروز افکار زیر امروز ما در بین برخی از مسلمان ها چی میکنیم؟ ایجاد میکنیم. پس این عقیده وجه دلالت و گمراهیشان چند چیز بوده. اول ای که رفع مسئولیت و تکلیف از انسان میکنه، دوم یکی حکمت شریعت های سماوی را از بین میبره، سوم یکی مسئله مکافات و مجازات اصلا مطرح نمیشه، چهارم یکی حرج و مرج در جامعه واقع میشه و پنجم یکی نسبت ظلم به الله جل جلاله داده میشه. بیاین در صحای خود تطبیقش بکنیم برادر اسلام. قسمی که در روز گذشته هم برتون گفتم و اکثریت مسئله نصیب و قسمت ما و اصلاح دمی قسمت واقع میشه که در مسئله ازدواج و نکاح و دکه و دیگه و اکثریت برادر این پرسان میکنن که مولای صاحب مسئله نکاح مسئله تقدیر است یا مسئله به اصلاح خود انسان است؟
صحیح، اگر تو سعی و تلاش و کوششت کردی و آن چیزی که شریعت برایت گفته بود کردی و آن چیزی که خلاف اراده تو و خلاف آن چیزی که خواستی آمد، بازور ما نمیم تقدیر الهی است. ولیکن زمانی که تو سعی و تلاش و کوشش نمی کنی و می خواهی که ازدواج مطابق هوا و حواس خود عیار بسازی و بالاخره پیامدهای زشت و بدی از او که می آید بازور با قضا و قدر نسبت میتی، متوجه باشین که الله رب العزت از این بری و مبرا و پاک می باشه. گفتم برتان برادر اسلام که یک پدر حسق مرباس و الله رب العزت همه ای ماش برا عفو بکنه، شراب خور در دنیا غرق، پول و پیسه قمار و شرابه نداره، یک دختره که جوان داره، بزور به یک انسان مفسد، به یک قاچاقبر هیروین و اصلا دیگه و دیگه سای بزور در عقد نکایش میده. فقط هدفش چی؟ یک مشپول کثیف را از او به اصلا بگیره در مقابل از این دختر بیچاره و او را در قمار و شراب خود مصرف بسازه. و شما میدانید برادر سام که انسان قاچاقبر به این دختر بیچاره چی خواد کرد؟ حیات و زندگیش سیاره میشه و سیاه میشه. پدر مرا خود دعوا کردی والا بچه نصیب قسمت بود چی بکنیم؟ نصیب قسمت بود یعنی به ایمان را که الله را بزرد در حق زمین دخترک ظلم کرد دیگه. پس به ایمان است که ما این ظلم به کی نسبت میتیم؟ به الله را بزرد نسبت علا عیاس بلده. پس جه باشم برسان که این قسم عقاید و این قسم به اصلاح افکار به حد خطرناک می باشه و در رابطه با این سال باید فکر بکنه. و این نظمی جهاد بود که در مقابل این نظمی گروه که از انسان رفع مسئولیت کردن، مکافات و مجازات از بین بردن، حکمت تشریع و شریعت های سماوی را که در حقیقت اوامر و نواهی بود از بین بردن و سلب کردن و راه افراط در رابطه با قضا و قدر پیش گرفتن، تعصب به میان آوردن. شک نیست که در مقابل تعصب، تعصب به میان نیاید برادر عزیزم. همین تعصب در جامعه چه وقت ایجاد میشه؟ هر زمانی که یک گروه در رابطه با یک چیز خود تعصب میکنه، در مقابل از اون گروه دیگر هم میخیزه تعصب میکنه، تا با وقتی که یک گروه تعصب نکنه گروه دیگر هیچ وقت تعصب نمیکنه. جبریه ها زمانی که آمدن رفع مسئولیت از انسان کردن، شک نیست که در جامعه صاحب گروه دیگر ظهور پیدا کرد، گروه دیگر ظهور پیدا کرد و در مقابل جبریه ها استاد شد و آن چیزی که جبریه ها می گفتن در رابطه با نسبت فعل انسان به قضا و قدر 100% مخالف از او را باز قدریه ها برای ما گفتن. پس گروه دومی که در رابطه با این مسئله راه دلالت و گمراهی را پیش گرفته برادر اسلام، این گروه را به نام گروه قدریه یاد می کنن. قدریه از کلمه قدر گرفته شده. امروز باز هم براتون بگویم به نام گروه قدریه ما کدام گروهی در جهان نداریم. ولیکن چرا این را بیان میکنیم؟ به جهت از اینکه افکار و آرا و نظریات از این قدریه ها امروز هم در بین برخ از مسلمان های ما و شما دیده میشه. این همی قسم افکار و آرا و نظریات جبریه ها وجود داره، بعد شکل آرا و نظریات افکار قدریه ها هم وجود داره. کی را هم بدانیم که قدریه ها کی هستن، چه قسم ایجاد شدن، دلایلشان چی هست و وجه دلالت و گمراهی از اینها چی می باشد؟ چرا ما قدریه ها را به دلالت و گمراهی سوق می دهیم؟ چرا قدریه ها را ما میگیم که گروهی هستند که در رابطه با مسئله افعال انسان و ارتباطش با قضا و قدر راه دلالت و گمراهی را پیش گرفتن؟ قدریه ها کسایی هستند برادر اسلام که براتون گفتم میتونم که در اواخر قرن اول و در اوایل قرن دوم هجری ایجاد شدند. اواخر قرن اول یعنی سال های 80 تا 90 و اوائل قرن دوم که از 100 گرفته است تا 120 یا 150 سه ایجاد شده. یعنی به این مانا که اگر ما و شما نظر اندازی بکنیم 1300 سال پیش از امروز در رابطه با این مسائل سبینم تو گروه ها سای پیدا شده. مشکلات به حد زیاد دامنگیر جهان اسلام شده برادر اسلام. این دین به این آسانی بر ما نرسیده برادر اسلام. این دین در رابطه با این دین خیلی تکلیفات شده، خیلی زحمات شده، خیلی قربانی ها داده شده در رابطه با این که الحمدلله امروز ما و شما شیشتیم و در رابطه با این گپ میزنیم. در هر وقت و زمان فتنه های جدید صاحب ایجاد میشده، البته بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم
و بعد از اینکه عصر زمان صحابه کم کم سب گلمشان جمع شد، کسایی که زیر دست مستقیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم تربیت یافته بودند و کسایی که واقعا در وقت نزول وحی سماوی وجود داشتند و از دهن مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وحی سماوی را میشنند، وقت و زمان عصر زمین ها که کم کم به اسلام به پایان رسید، اونم بود که فتنه های بی حضیات در جهان اسلام سی بیجاد شد. فتنه جبیه را چی میگی؟ خوارج را چی میگی؟ معتزله را چی میگی؟ شیعه را چی میگی که تا به امروز ما شما دست و گریبان هستیم؟ معتزله را چی میگی که چی فتنه های نبود که ایجاد نکرد؟ باطنیه و اسماعیلیه را خوبان که چی مصیبت نبود که در جهان اسلام نوردن برادر هستم؟ برین تاریخ کمک باری مطالعه بکنید. این دین به این آسانی برای موتوم ها نرسیده. قصه 1300 سال پیش برات میکنم که در اون وقت زمان سبی گروه ها سبی برای من و تا به امروزی افکارشان در بین ما شما وجود دارد. مؤسس فرقه قدریه برادر اسلام کسی را به نام غیلان دمشقی میگن، غیلان دمشقی، و در حقیقت علما در رابطه با این تحقیقات که کردن، تحقیقات علما در رابطه با ایست که اصل اساس اینمی مسئله عقیده قدریه ها را در رابطه با مسئله قدر که نفی قدر را میکنن، در حقیقت باز همون از همون یهودی های هست که با کمال تأسف بگویم که نمی قسمه که در عقیده جبیه اونا به اصلاح راه افراد و تفرید پیش گرفتن، در رابطه با مسئله قدر هم این نمی قسم راه افراد و تفرید پیش گرفتن و بالاخر افکار از اونها را گرفته و به شکل از اشکال آوردن که در جامعه های اسلامی رو چه بکنن؟ داخل بکنن. و این بهترین یک وسیله بود که در مقابل جبیه ها چه بگیرن؟ جبهه بگیرن. خب شک نیست که اگر ما در قدریه ها در لحظه اول اگر نظر اندازی بکنیم، شک نیست که نظر قدریه ها نظر نیک بوده، نظر خوب بوده و این به اصطلاح یک عکس العمل بوده در مقابل جبریه ها که تا رفع مسئولیت از انسان نفی نکنه، تا مسئله حکمت شریعت های سماوی را از بین نبره. ولیکن بعدها این ازمین ها در رابطه با اینمی عقیده انحراف کردند و این انحرافشان منجر به این شد که تا به امروز علمای اهل سنت و جماعت قدریه ها را هم از گروه گمراه و گروه ضال برای ما شما بشمارند. خب قدریه ها چی میگن برادر اسلام؟ کلمه قدریه نسبتش به طرف قدر میشه. پس زمانی که ما قدریه میگیم، این قدریه ها به این معنا نیست که اونا اثبات قدر میکنن، بلکه هدف ایست که اونا نفی قدر میکنن. یعنی به این معنی که اونا به تقدیر ایمان ندارن، یعنی به این معنی که نفع تقدیر در اسلام میکنن. چی گونه؟ اونا میگن که اگر ما در انسان نظر اندازی بکنیم، شک نیست که ما در انسان یک نوعی از اختیار و اراده و قدرت در رابطه با انجام دادن اعمالش مشاهده میکنیم و اینمی قدرت و توانایی که انسان در انجام دادن اعمال خود داره خودش بیانگر از این هست که انسان میتونه که افعال خود، اعمال خود، کردار خود، همه چیز خود انسان خودش پیدا بکنه و خودش خلق بکنه. یعنی به این معنی که قدریه ها میگن که انسان چیزهایی را که انجام میده، چیزهایی را که میگه، چیزهایی را که میکنه، این مسئله پیش از پیش این نیست که در قضا و قدر نوشته شده باشه. نه، در قضا و قدر هیچ چیزی در رابطه با این نوشته نشده، بلکه هر آن چیزی که انسان انجام میده، میکنه و انسان به اصطلاح او را میگه، این چیزیست که انسان جدیدن او را خلق میکنه و پیدا میکنه و پیش از پیش در رابطه با این چیز انسان اصلا فیصله صورت نگرفته. خب چرا؟ به جهت از اینکه اگر ما در آیات قرآن مجید نظر اندازی بکنیم، در میابیم که الله رب العزت انسان هایی که کارهای نیک میکنند، انسان هایی که کارهای پسندیده میکنند، الله رب العزت اونا را مورد مدح قرار داده، اونا را ستایش کرده، اونا را به اجر و ثواب بی حد زیاد وعده داده گیست. و انسان هایی که کارهای بد میکنند، کارهای زشت میکنند، کارهای قبیح را میکنند، الله رب العزت اونا را ذم کرده، بد گفتشان و به عذاب های گوناگون ایشان وعید داده. پس چرا الله رب العزت اینمی انسان هایی که کارهای خوب را میکنن اونا را مدح کرده و انسان هایی کارهای بد میکنن اونا را ذم کرده؟ به جهت از اینکه اینمی انسان اینمی افعال خودش انجام میده دیگه، خودش انجام میده. پس زمانی که خودش انجام داد، کار خوب را پیدا کرد و خلق کرد،
پس الله رب العزت را مرود مدح قرار میده و انسانی که کار زشت و بد خودش ایجاد کرد و خلق کرد، پس الله رب العزت را مورد ذم قرار میده و مورد عذاب قرار میده. پس قضیه ها به این ذم و گمان هستم برادر سم که گویا نمی تمام این کارهایی که ما شما میکنیم، حرکات، سکنات، افعال، اعمال، گفتاری، چیزا، کل از این چیزها را گویا که انسان خودش خلق میکنه و پیدا میکنه و خودش انجام میده و پیش از پیش در رابطه با این اعمال و کردار ما شما کدام فیصله در قضا و قدر صورت نگرفته و به می خاطر است که مقوله مشهور قضیه ها، که اگر در کتاب های علم کلام مراجعه کردیم و مقوله از اونها را خواندیم، مقوله مشهور از اونها ایست برادر اسلام که من پیشتر برادر گفتم قدریه ها را زمانی که ما میگیم، این قدریه ها به این معنی نیست که اثبات قدر، نه، نفی قدر میکنه، میگه لا قدره، لا قدره، تعیین اندازه پیش از پیش نیست، والامر انفن، والامر انفن، یعنی هر کاری که تو انجام میدی جدیدن انجام میدی، جدیدن انجام میدی، این پیش از پیش هیچ کدام چیز در اونجا فیصله نشدگی هست و این در حقیقت خودش نفی چی میباشه؟ نفی قدر میباشه. و شما برای ما بگیم که آن چیزی که ما در رابطه با ارکان قضا و قدر چند هفته پیش براتون صحبت کردم که علم بود، کتابت بود، مشیعت بود، خلق بود، آیا عقیده قدری ها مخالف از این چیزها هست یا نیست؟ و طور مثال ما گفتیم که یکی از ارکان ایمان آوردن ما به قضا و قدر ایمان به یه هست که در این جهان کائنات تنها چند خالق است؟ یک خالق است، بس، بغیر از الله دیگه همه چیز مخلوق می باشه. پس زمانی که ما تو میگیم که انسان هم اعمال خود خلق میکنه و پیدا میکنه، گویا که الله جل جلاله دیگه ما شریک باقی، یک خالق دیگه هم پیدا شد دیگه، یک خالق دیگه هم پیدا شد که انسان به اصطلاح افعال خودش میکنه خلق می، نه، در این جهان کائنات یک خالق است. در رابطه با ایمان آوردن به قضا و قدر با شما بیان کنیم که یکی از چیزهایی که ما به او ایمان عقیده می داشتیم علم الله رب العزت است. الله به تمام چیز عالم است و هیچ چیز در جهان کائنات سر و اسرارش پس الله پوشیده نیست. پس اونا چی میگن؟ اونا میگن که نه، این چیزها را انسان پیش از پیش انجام میده و الله رب العزت العیاذ بالله اعمال انسان زمان میفهمه و علم پیدا میکنه هر زمانی که انسان عملش انجام داد، یعنی پیش از انجام دادن عمل العیاذ بالله الله چیز را نمیدونه. ببینید که گمراهی است برادر اسلام، سبحان الله. خب دلایل کنا در رابطه با این حتی از قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میاد. و ما به او روز براتون گفتم که قدریه ها و جبریه ها در قدم اول ایمان آوردن به قضا و قدر و ارتباطش با افعال انسان این مطابق هوا و حواس خود تنظیم کردن و بعد از او به خاطر استدلال رفتن در قرآن مجید آیات هایی که به نفعشان بود سیورا بیان کردن، آیات هایی که به ضدشان بود بزرگ چی کردن؟ تأویل کردن. بگه الله رب العزت در قرآن مجید برای ما و شما می فرمایه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، هست برای انسان آن چیزی که کسب کرد و هست بر ضد انسان آن چیزی که کسب کرد. پس انسان هر چیزی را که میکنه خودش کسب میکنه، انسان هر چیزی را که میکنه خودش خلق میکنه، اگر خوبی بود هم برای خود انسان است، اگر بدی هم بود برای خود انسان میباشه. و آیات متعدد قرآن مجید است که برای انسان اراده و اختیار و قدرت و استطاعت و همه چیز برای ما شما به اصطلاح بیان میکنه. من کان یرید الاخرته، کسی که اراده آخرت میکنه نزید له فی حرثه، ما در حرث از او چه میکنیم؟ اضافه میکنیم. و من کان یرید حرث الدنیا، و کسی که دنیا را اراده میکنه، خیر تو آخرت اراده میکنی یا دنیا اراده؟ پس برای تو اراده هست، قدرت هست، استطاعت هست دیگه، هر آن چیزی که میخوای انجام میدی و هر آن چیزی که میکنی خلقش میکنی و پیداش میکنی و پیش از پیش هیچ چیزی در رابطه با او نوشته نشده. دلیل عقلیه که قدریه ها جهت اثبات از این نظریه خود بر ما شما بیان میکنن برادر اسلام، اما دلیل است که جبریه ها بر ضد از او ما شما چی کردیم؟ وجه دلالت و گمراهیش بیان کردیم. قدریه ها میگن که اگر ما افعالی که انسان انجام میده اگر ما نسبت از این به قضا و قدر بدیم، گویا ما نسبت افعال قبیح و زشت به الله جل جلاله داده گیستیم. چگونه؟ یعنی به این معنی که زمانی که ما در افعال انسان ها نظر اندازی میکنیم، آیا افعال انسان ها همش نیک و خوب است؟ نه. همش زشت و بد است؟ نه. بلکه در افعال و اعمال انسان ها ما هم نیک را پیدا میکنیم و هم زشت و قبیح را پیدا میکنیم.
پس هر زمانی که ما نسبت از این افعال به قضا و قدر بتیم و به افعال الله بتیم، گویا که ما نسبت زشتی و قباحت به الله جل جلاله میتیم. در افعال انسان ها ما شرک داریم یا نداریم، کفر داریم یا نداریم، زنا داریم یا نداریم، شراب داریم یا نداریم، قتل داریم یا نداریم، دروغ داریم یا نداریم، همه از اینها افعال زشت و قبیح هست یا نیست. پس اگر ما این افعال به قضا و قدر نسبت بتیم، گویا که ما میگیم که العیاذ بالله، الله جل جلاله در رابطه با شرک و کفر و همه چیز در رابطه با انسان چی کرده؟ فیصله کرده است. پس این افعال ما به الله نسبت بدیم. به جهت از این که ما افعال زشت و قبیح را به الله نسبت نداده باشیم، پس ما میگیم که کفر و شرک و همه چیز که هست انسان خودش پیدا میکنه و خلق میکنه و هیچ ارتباط به الله رب العزت نداره. خب وجه دلالت و گمراهی قدریه ها در چی هست برادرم؟ چرا ما قدریه ها را گروه دال میگیم؟ و قبل از اینکه در رابطه با وجه دلالت از اینا صحبت بکنم، مسئله که پیشتر براتون گفتم که ما در رابطه با قدریه هایی که از عمرشان 1300 سال میگذره غالب خاطر صحبت میکنیم، که افکار امروز هم در اذهان بسیاری کسا وجود داره. امروز هم برخی کسا که زمانی که مسئله قضا و قدر و دیگر را به اصطلاح من حیث عقیده جبریه پیش میکنن، باز یک تعداد دیگر کسا را میبینی که چیزها را همش نفی میکنن. نه ایگه پان نیست، خودت بگو هر آن چیزی که انجام میتی، انسان خودش به اصطلاح قدرت داره و استطاعت داره و به زور خود هر چیز میکنه و زور و بازوی انسان است که به اصطلاح پیش است. افکار برادر اسلام و نمونه از اون ما در بودا میبینیم. بودا رو به مرتان گفته بودم که بودا در حقیقت یک عکس العمل بود در کشور هند در مقابل دین هندویزم و برهمایی. برادر استاد، دین هندویزم و برهمایی عقیده جبر داشت و بودا در مقابل از این عقیده جبر قیام کرد و به مو خاطر زمانی که در رابطه با بودا از خداها پرسان شد، بودا در جواب به اسلام مریدهای خود گفت که خدا پشت خداها نگردین، خداها چیزی کردن نمیتونه، هر چیزی که میکنین خودتان بکنین، هر کس برای خود چیزی بکنه. و امروز ما یک قاده در بین برخی از مسلمانان دیگه هر مشاهده میکنیم. ای کسایی که مثلا نصیب و قسمت میگن و قدر میگن دیگه میگن اصلا غلط است. خدا بر انسان اراده داده، قدرت داده، بگو هر آن چیزی که میکنی. متوجه باشین که هر دوی از اینها رای افراد برای تفرید پیش کرد. خب وجه دلالت و گمراهی از اینها در چی هست برادر اسلام؟ وجه دلالت و گمراهی قدریه ها که اگرچه در قدم اول قسمی که براتون گفتم نیتشان نیک بوده و نیتشان نیک به این خاطر بوده که تا بر از انسان رفع مسئولیت نکنن، بلکه انسان مسئول اعمال خود بدانن. ولیکن زمانی که اونا پیش رفتن، متوجه باشین که مسئله تقدیر، مسئله تعیین از الله جل جلاله نفی کردن برادر اسلام. و این چیز هست که وجه دلالت و گمراهی قدریه ها می باشه. یعنی به این معنی که کاری که با تو می کنیم، عملی که با تو انجام می دیم، این پیش از پیش اصلا نه تقدیر شده، نه اندازه شده، نه نوشته شده و حتی العیاذ بالله، حتی الله رب العزت هم در رابطه با این افعال مشبه قبلا چیزی را نمی دانسته و به این اساس نسبت جهل و نادانی را به الله رب العزت می دن. پس قدریه ها نسبت جهل و نادانی به الله جل جلاله و نفی قدر و تعیین اندازه که ما به او ایمان و عقیده کامل داریم در رابطه با عقیده قدریه ها به میان میایم. و مخاطر است که مقوله مشهور خدا بر ما تو میگن که لا قدره، تعیین اندازه پیش از پیش نیست، و الامر عنفان، هر کاری که میکنی از نو از جدید چی میکنی انجام میدی، در حالی که ایمان به قضا و قدر از ما و شما انسان‌های مؤمن و مسلمان تقاضا میکنه که ما با این عقیده کامل داشته باشیم برادرم، که هیچ چیز در جهان و کائنات صورت نمیگیره که مگر همه یزیر الله قبل از قبل چیکده تعیین کرده، اندازه کرده و مطابق آن چیزی که الله رب العزت تعیین کرده و اندازه کرده، مطابق از او آن چیزی که الله خواسته باشه در جهان و کائنات صورت میگیره. پس یک نفر میگه خب الله شرک تقدیر کرده و اندازه کرده، بله. الله کفر تقدیر کرده و اندازه کرده، بله. الله زنا را تقدیر کرده و اندازه کرده، بله. چگونه؟ حدودش برای ما بیان کرده، تعریفش برای ما بیان کرده، مشخصاتش برای ما بیان کرده، برای ما گفته که شرک اینی چیز، کفر اینی چیز، زنا اینی چیز، سرقت اینی چیز، حدودش برای ما بیان کرده. و به می خاطر است که زمانی که ما در رابطه با ایمان به قضا و قدر، در رابطه با حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بر ما می فرمایند در رابطه با ارکان ایمان و در اخیرش بر ما می که والقدر خیره و شره،
و القدر خیره و شر چه معنا را داره؟ یعنی به این معنا که تعیین اندازه خیر و شر از جانب الله شدگی هست. حالا من که شرک شرک میگم، چرا شرک میگم؟ من خود شکم خود شرک نکشیدم. من که کفر کفر میگم، چرا کفر میگم؟ من خود ذهن خود کفر نکشیدم. من که زنا را زنا میگم، چرا میگم؟ من خود پیش خود زنا را ایجاد نکردم. نه، الله رب العزت حدود زنا را برام تعیین کنه که اینی زنا، اینی بسته شرب خمر، اینی قتل، اینی سرقت، اینی شرک، اینی کفر، اینی نفاق، حدودش را تعیین کرده برای من. اینی ایمان، اینی تقوی، اینی راستی، اینی خوبی، حدودش را برای ما بیان کرده برادر اسلام. کرده یا نکرده؟ الله رب العزت شرک در قرآن تعریف کرده برای ما یا نکرده؟ زنا را تعریف کرده یا نکرده؟ همیشه حدودش را برای ما بیان کرده. بس یکی تعیین و اندازه هست، یکی چیز است که من کسب میکنم دیگه. پس الله رب العزت که زنا را برای ما تعیین کرده، شرب خمر را برای ما تعیین کرده، سرقت را برای ما تعیین کرده، تقوا و پرهیزگاری را برای ما بیان کرده، ایمان و عمل صالح را برای ما بیان کرده، این به چی خاطر است دیگه؟ به این همی خاطر است که تا ما تو را امتحان بکنه و ابتلا بکنه دیگه. حدود برات بیان میکنه و بعد از او برای تو استطاعت میده، توانمندی میده، اختیار میده و بعد از تو را میگه بنده ببینید که کدامش انجام میدی. میتونی نکاحی به استاب بکنی، نکاح شرعی بکنی، در تحت نکاح شرعی مثلا شهوات جنسیت استفاده درست بکنی و میتونی که مثلا شهوات جنسیت سه بری سه چیزهای دیگه مثلا مصب بشی و متوجه باش که هر زمانی که از این حدود تجاوز کردی اینی جزایت نیست سزایت. پس مشکل قدری ها این بوده برادر سام که قدری ها چند چیز دلالت گمراهیشون بود. اول این که بغیر خالق که الله رب العزت از خالق دیگر هم ایجاد کردن و گفتن که انسان هم افعال خدا خلق میکنه و پیدا میکنه و این منافی ایمان به قضا و قدر میباشه. و دوم ای که نسبت جهل و نادانی را به الله جل جلاله میتن و این هم منافی ایمان به قضا و قدر الهی است که ما با علم الله رب العزت چی داریم ایمان داریم. پس به نمی خاطر بود برادرسام که هر زمانی که بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بعد از پایان رسیدن عصر صحابه کرام، زمانی که نمی گروه ها در ساحه جهان اسلام پیدا شد و هر کدام از اینا سعی و تلاش و کوشش می کردن که عقاید باطله و منحرفه و دال و گمراه خدا در بین مسلمان ها پیش بکنن و هر کس به این عقاید استدلال می کردن، این همینجا بود که بالاخره بستا گروهی که به نام اهل سنت و جماعت بود، کسایی که پیروی واقعی و اسلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم، کسایی که پیروان واقعی اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند، بالاخره برخواستند کتاب اسلام حقیقت از این چیز برای ما و شما بیان بکنند. چرا این مسائل در عهد و زمان پیغمبر ایجاد نشد؟ آیا در عهد و زمان پیغمبر مسئله قضا و قدر نبود؟ حدیث را به جمعه گذشته براتون بیان نکردم؟ آیا اصحاب از پیغمبر نگفتن که خب پیغمبر همه چیز پیش از پیش نوشته است، ما چی عمل بکنیم دیگه؟ عمل یعنی چی؟ پیغمبر نه، عمل بکنین، کار بکنین، هر کس برای کار خود مثلا چشیده آماده شده و امکانات برایش داده شدگی است. و جهت از اینکه چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم امت ارشاد میکردن، راهنمایی میکردن و با ارشادات و راهنمایی های پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمام سوالات چی میشد؟ حل میشد. اما زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت کردند و عصر زمان اصحاب پیغمبر آهسته آهسته به پایان رسید و فتنه های گوناگون سایب از هر طرف زبانه کشید و افکار و نظریات مختلف سایب از گوشه و کنار جهان داخل جهان اسلام شد، پس بین اینجا بود که هر کسی خواست که در اسلام سایب تخت تازه بکنه، از یک طرف جبریه پیدا شد، عقیده جبر اعلان کرد، از طرف دیگه صاحب قدریه پیدا شد، صاحب نفی قدریه کرد، از دیگه طرف خوارج پیدا شد، مسئله تکفیر به میان آورد، از طرف دیگه صاحب باطنیه و اسماعیلیه پیدا شد، صاحب ادعا کردند که قرآن یکی ظاهر داره و یکی باطن داره و ظاهر از او را بیستا هر کس میمید باطن از او را بغیر از بعض از کسان کسی بس یک فتنه ها ایجاد و فتنه ها ایجاد شد که خدا میدانه که بیستا. بس این همینجا بود که متوجه باشیم در هر وقت و زمان الله رب العزت به خاطر دفاع از دین، در هر وقت و زمان الله رب العزت به خاطر اصلاح از دین گروهی را به اسلام مکلف می سازد و این سنت الهی هست که تمام تا تمام آن برچسب هایی که به این دین به نام های مختلف زده می شه، این گروهی برچسب ها را از دین دور می کنه و راه حقیقت و راه واضح و راه روشن از این دین برای مردم آشکار می سازه که تا مردم در واقعیت و حقیقت از این دین بفهمند و از این دین پیروی بکنند و آن چیزهایی که به این دین برچسب های مختلف به نام های مختلفی که به این دین زده میشه از اون چیزها آگاهی حاصل بکنند که تا خدای نکرده راه دلالت و گمراهی را در پیش نگیرند. با
پس به می جهت است که یکی از گروه هایی که در جهان اسلام در پالوی گروه های دیگر ایجاد شد، این گروه را به نام گروه اهل سنت و جماعت یاد می کنند. و گروه اهل سنت و جماعت در حقیقت اون همون گروهی هست که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از پیش خبر داده بودند در رابطه با یک حدیثی که البته در رابطه با سند از این برخ اختلافات هم وجود داره. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که یهودی ها به 71 گروه تقسیم شدند، نصانی ها به 72 گروه تقسیم شدند و امت ما به 73 گروه تقسیم میشه. سبحان الله، به 73 گروه تقسیم میشه. از 73 گروه 72 گروهش در آتش جهنم است، الا یک گروهش که برای گناه ناجیه نامیده میشه. سبحان الله، از 73 گروه 72 گروهش در آتش جهنم است، الا یک گروهش. و به مخاطر است که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث متبرکه خود فرمودن که بدع الاسلام غریبا و سیعود غریبا فتوبا للغرباء. اسلام ناآشنا پیدا شده وقتی که اسلام در مدینه در مکه مکرمه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اعلان دین مقدس اسلام کرد، است برای مردم ناآشنا بود. می چی چی گپاس که تو زدن است، چی میگی تو؟ اجعل الاله اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجاب. ای کل خداها را تو به یک خدا خلاصه میکنی، یک چیز بسیار عجیب و غریب است که تو میگی، واقعا هیچ قبلا از چیز نشوندگی است. ما پیش چیز نشوندگی است، غریب بود، ناآشنا بود. و به می خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدت 3 سال دعوت خفیه دادن، خفیه دادن، آشکار نکرد، به جهت از این کس نمیشناخت دین. تا کما کوری که دین انتشار پیدا کرد و الله رب العزت گفت که آل دین بیان کو برای مردم. و بعد از او که دین برای مردم بیان کرد، چه مصیبت نبود که بسا برای مسلمانان آمد. اینم این پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدت 40 سال در بین قریش بود و مدت 40 سال قریش بالای تخمه های چشم خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناز میدادند و در هر جایی که میدیدند احترامشان میکردند. با مجردی که پیغمبر آمد و دین الله را برایشان اعلان کرد، اینمی قریش تا به اینمی پیغمبر چیزی کردن چیزی کردن با برده و نوکر خود نمیکنن. علت چی بود؟ بیان دین الله بود، بیان سعادت انسانیت بود. او مردم ما سعادت شما را میخواهیم، ما آرامی شما را میخواهیم، ما خوشبختی دنیا و آخرت. انسان ها میگه نه، ما خوشبختی نمیخواهیم، ما عفت نمیخواهیم، ما پاکی نمیخواهیم، ما وحدانیت نمیخواهیم، ما دمی دلالت و گمراهی میخواهیم. غرشون بس اینمی مشکل انبیاء اینمی بود برادر اسلام. پس به می خاطر بود که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم منهج درست دین برای اصحاب آموختن و قرآن مجید من حیث زامن ایره بر ما و شما بیان کردند. و الله رب العزت قرآن مجید من حیث آخرین کتاب سماوی در بین امت حفاظت کرد که تا در هر وقت و زمانی که برچسب های مختلف به نام های مختلفی که به این دین به اصطلاح چسبانده شود، با این قرآن و با این سنت باید چی شود؟ دور شود که تا مردم رای حقیقت پیدا بکنه. و این از جهت است که از خدمات به حد زیاد رک علمای اسلام و خاصتا به اصطلاح جماعت اهل سنت و جماعت انجام دادن. یکی هم در حقیقت بیان حقیقت اینمی ایمان آوردن به قضا و قدر بود که نه رأی جبریه ها را به اصطلاح تایید کرد و نه رأی قدریه ها را تایید کرد، بلکه نمون راهی را بر ما گفت که پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای اصحاب خود چه کرده بودن بیان کرده بود. و خلاصه آن چیزی که اهل سنت و جماعت گفتن و انشاءالله تعالی در هفته آینده مفصلا در رابطه با این صحبت میکنیم که انسان در تحت قضا و قدر الهی متوجه باشیم برادر اسلام، که نه 100% در تحت قضا و قدر الهی است که ما مانند جبریه ها مجبورش بگوییم و نه 100% خارج به اصطلاح قضا و قدر الهی است که مانند قدریه ها بگوییم که هیچ چیز در رابطه با انسان فیصل نه قطعا، بلکه اهل سنت و جماعت رای میانه و وسطیت معتدل بر ما میگه نه، میگه انسان هم در تحت قضا و قدر الهی میباشه و انسان هم به اصطلاح از خود اراده و اختیار حر و آزاد داره دیگه، هم در تحت قضا و قدر الهی هست و هم انسان اراده حر و آزاد داره. پس به این معناست که انسان هم در برخ از ابعاد خود انسان 100% در تحت قضا و قدر الهی است و کوچکترین اختیار اراده از خود نداره و در برخ از چیزها انسان از خود اراده و اختیار هم می داشته باشه. پس ابعادی که انسان در تحت قضا و قدر الهی مجبور است و کدام ابعاد می باشه و ابعادی که انسان در او اختیار اراده داره او کدام ابعاد می باشه و بالاخره چه قسم ما می تونیم این قضیه را درست مطابق آن چیزی قرآن و سنت بر ما بیان میکنه او را ما شما تحلیل بکنیم. این چیزی است که نظریه اهل سنت و جماعت است که انشاءالله تعالی در هفته های آینده مفصلا در رابطه با او صحبت میکنیم. و الحمد لله ما شما هم کسایی هستیم که پیرو همی
مکتب اهل سنت و جماعت هستیم و الله رب العزت به این مکتب ما شما را پابند داشته باشه و از انحرافاتی که رابطه با این دین آمدگی است ما شما را نگاه بکنه. متوجه باشیم برای رسام که نامهای بسیار خطرناکه از وقت و زمان پیغمبر تا به امروز در رابطه با این دین پیدا شده و هر یک به نوبه خود سعی و تلاش و کوشش کرده که با افکار نامهای مختلف بالای از دین غلبه حاصل بکنند، ولیکن الله رب العزت دین خدا نگاه کرده از او وقت زمان تا به امروز که 1400 سال میشه مگذره نگاه کرده و انشالله و تعالی تا آخر وقت قیامت که الله رب العزت خواسته باشه دین نگاه میشه. اگر ما تو نگاه کردیم ایش نکردیم، الله رب العزت حامی و نگهبان از دین است. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته. شك نيس برادر اسلام زمانه که ما در آیات قرآن مجید مراجعه میکنیم، یک بخش از عمده آیات قرآن مجید و سوره های قرآن مجید واقعات و سرگذشت حیات انبیاء علیهم السلام تشکیل میده و بیان از این واقعات و سرگذشت حیات و زندگی انبیاء علیهم السلام که همیشه زمانی که در جوامع بشری فرستاده می شدن و با انسانهایی که در خرافات و در بدعت و در هوا و هوس غرق بودن همیشه دست بر گریبان بودن و همیشه انسانها باعث آزار و اذیت مختلف انبیا می شد و با نامه های مختلف انبیا علیهم السلام مورد آزار و اذیت قرار می دادن. شک نیست که تماما از این واقعات در حقیقت بهترین یک نمونه هست برای نمو انسان های دعوتگری که دعوت دین الله رب العزت در هر عصر و زمان انجام میتند که تا اونا ای را بفهمن و درک بکنن که راه دعوت دین الله جل جلاله با گلها فرش نمی باشه، بلکه راه دعوت دین الله بین می قسم خارهای بسیار خطرناک فرش هست که انسان زمانی که در این راه قدم میگذاره حتما آزار و اذیت در قبال از او وجود داره. الله رب العزت در قرآن مجید برای ما و شما میفرماید که لتبلون فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. حتما و خامخا ای مسلمان ها متوجه باشین که در جانتان و در مالتان مورد امتحان و ابتلا قرار می گیرین. بخاطر دین خدا مالتان ضبط می شه، بخاطر دفاع از دین خدا نفستان به زندان انداخته می شه، شاید که روحتان براید، شاید که مشکلات بی حد زیاد جسمی و فیزیکی را ببینین و بر علاوه از این ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و حتما و خامخا شما می شنوین از آن کسانی که پیش از شما کتاب داده شده که عبارت از یهود و نصارا هست و الذین اشرکوا و کذا که مشرک هستن چی را میشنوین؟ ازن کثیره، آزار و اذیت بی حد زیاد را میشنویم، بنامهای مختلف شما را یاد میکنه، توهین و اهانت بی حد زیاد برای شما میکنه. پس به می جهت از زمانی که ما در تاریخ انبیاء علیهم السلام نظر اندازی میکنیم، برادر اسلام نوح علیه السلام 950 سال قوم خدا دعوت کرد، 50,000 سال. در نهایت میفهمین که قوم نوح برای نوح چی میگه بعد از اینکه تماما استهزا و تمسخر و توهین و تحقیر را که در رابطه با نوح علیه السلام کردن در اخیر برای نوح علیه السلام میگن قالوا یا نوح لئن لم تنتهی لنرجمنک لتکونن من المرجومین. ای نوح اگر از این کارایت نمیمانی و به این خداهای باطلی ما که هست تو به استاد تسلیم نمیشی حتما ما تو را سنگسار میکنیم. ابراهیم علیه السلام به خاطر دفاع از دین بر آتش انداخته شد ولیکن نور دین خاموش نشد. برادر اسلام فرعون با تمام قدرت خود در مقابل موسی علیه السلام و قوم بنی اسرائیل استاد شد که تا نور توحید و شریعت الله رب العزت از بین ببره، ولیکن فرعون غرق شد و موسی علیه السلام نجات پیدا کرد. عیسی علیه السلام
که به خاطر شریعت اسلام، به خاطر دین توحید و یگانگی الله رب العزت، به خاطر سعادت و خوشبختی بشریت قیام کردند در مقابل انسان‌های هواپرست، دنیا پرست، انسان‌هایی که در دلالت و گمراهی، در خرافات و بدعات غرق بودند، توطئه کردند در حقشان، به خاطر کشتنشان، به کشیدنشان به صلیب. قریش چی نبود که در حق پیغمبر نکرد؟ برادر اسلام، از آزار و اذیت، توهین و اهانت گرفته، ساحر و جادوگر برشان گفتند، مجنون و دیوانه برشان گفتند، دروغگو برشان گفتند، به این هم اکتفا نکردند، به آزار و اذیت فیزیکی دست دادند، شکمبه های شتر بالای ایشان انداختند، ایشان از دار و دیارشان خارج کردند و بالاخره شیشتن و در رابطه با پیغمبر فیصله کردند که بندیش کنیم، از مکه خارجش بکنیم و یا یکی یک جای به قتل برسانیمش، تا بالاخره فیصله به این شد که با یک ضربه پیغمبر از بین ببرند. آیا نور دین خدا خاموش شد؟ و به مو خاطر بود که اسلام الحمدلله شرق و غرب، شمال و جنوب انتشار پیدا کرد و دین الله در روی زمین انتشار پیدا کرد و امو وعده الله رب العزت که گفته بود که دین بالای تمام ادیان غلبه حاصل میکنه، او بستا وعده الهی متحقق شد. ولیکن دنیا پرستا، هوا پرستا، کسایی که تعالیم انبیاء علیهم السلام مخالف هوا و هوس و خواهشات نفسانیش هستند، آرام شیشتند؟ نه، بلکه همیشه سعی و تلاش و کوشش کردند که انسانهای مؤمن و مسلمان و علمای متحقق و کسایی که واقعا خواهان دین اسلام می باشند، همیشه سعی و تلاش و کوشش کردند برادر اسلام که در مقابل از اینها مشکلات بی حد زیاد را ایجاد بکنند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به خاطر عدم لبیک گفتن به هوا و هوس چند تا حکامی که در او وقت زمان بود، در کنج زندان جان داد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که امروز با میلیون ها انسان پیروش است، در اواخر اموی ها، در ابتدای عباسی ها، زمانی که قبول نکرد که به هوا و هوس چند تا حکام به اصلاح لبیک بگوید، در کنج زندان انداخته شد و بالاخره در زندان جان دادند. احمد ابن حنبل از جمله علمای اهل سنت و جماعت به خاطر دفاع از دین خدا در مقابل معتزله که خلق قرآن ایجاد کرده بودند و حکامی از او وقت این عقیده را من حیث عقیده رسمی قبول کرده بودند، امام احمد ابن حنبل قیام کرد به تنهایی خود، زندان قبول کرد ولیکن این عقیده باطله را قبول نکرد، به دفاع از دین خدا در زندان رفتند. بزرگترین مفسر عصر ما و تو، مفسر کتاب فی ظلال القرآن، در کنج زندان شهید میشه. و آخرین نمونه شما و شما در رابطه با رئیس منتخب کشور مصر که فقط هدفش منهج دین خدا و شریعت دین خدا بود، در کنج زندان جان داد یا نداد برادر اسلام؟ چرا؟ به جهت از اینکه منهج و شیوه از اینها با هوا و هوس اونمو دنیا پرستا، اونمو انسانهایی که در دلالت و گمراهی، در بدعت و خرافات غرق هستن، با منهج از اونها سازگار نمی باشه برادر اسلام. این سنت الهی هست که تعالیم انبیاء علیهم السلام با هوا و هوس انسانها سازگار نیست. الله در قرآن مجید می فرماید کلما جاءهم رسولهم بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. هر زمانی که انبیاء علیهم السلام برایشان می آمد و انبیاء علیهم السلام تعالیمشان با خواسته های هوا و هوس از اونها سازگار نمی بود، فریقا کذبوا، یک تعداد تکذیب کردند، و فریقا یقتلون، و یک تعداد به شهادت رساندند. در کشور خود میاییم برادر اسلام، در میانه های دهه 50، در اوایل دهه 60 ما و شما، به صدها مانده که حتی به هزارها عالم، روشن فکر، کسی که در قلبش احساس دین بود، آیا به نام های اشرار، آیا به نام های اخوان و شیاطین در کنج زندان ها انداخته شد یا نشد؟ کشتار دستجمی صورت گرفت یا نگرفت؟ چه حالت بالای از این ملت آمد؟ آیا نور اسلام خاموش شد؟ به نام های پروژه‌ای که امروز ما و شما داریم، به نام پروژه قاعده در سراسر جهان، به هزارها مسلمان مخلص گرفتار شدند، در کنج زندان ها انداخته شدند، سوال از ایشان نشد، هزارهایشان به نام های مختلف جان خود به شهادت دادند. نور اسلام خاموش شد برادر اسلام؟ امروز که پروژه تروریسم به نام های مختلف ایجاد شده
و این چنگک هست به دست اینمی هواپرستا، به دست اینمی کسایی که در دلالت و گمراهی هستند، به دست اینمی کسایی که در بدعت و خرافات هستند. این بهترین یک چنگک هست که در هر جایی که یک مسلمان، در هر جایی که یک عالم دین، در هر جایی که یک کس نام توحید و یگانگی الله رب العزت بلند بکنه، این چنگک پته و بنوهای مختلف شکارشان بکنه. به این هم اتفاق نکردن برادر اسلام. و امروز با دنبال یک قضیه بسیار خطرناک دیگه را گرفتگی است. و او قضیه در حقیقت چیست؟ و او قضیه در حقیقت یکی از سنگرهای قویه که امروز واقعا به خاطر دفاع از دین الله، به خاطر دفاع از شریعت اسلام و به خاطر بیان حقانیت از دین که دین اسلام من حیث یک دین کامل در برگیرنده تمام حیات و زندگی ما تو است و دین اسلام ضامن سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت ما تو میباشد، امروز در مقابل از این سنگر میخواهند که استاد شوند. و او کدام سنگر هست؟ و او سنگر تدریس مضمون ثقافت اسلامی در پنتونهای دولتی و پنتونهای خصوصی می باشه برادر اسلام. امروز شاید از اهمیت مضمون ثقافت اسلامی اکثریت موضوع آگاه نباشیم، ولیکن یک مثال براتون میتونم برادر اسلام. امی پنتونهای موضوع نبود که یک تعداد ملحدار از این پنتونهای موضوع ایجاد شد که ملحدار چیز را بالای از این ملت ما آوردن که تا به امروز ما در آتشش می سوزیم. امی پنتون ها نبود که مرکز فحشا و بی‌حیایی با نام های مختلف استفاده می شد. چرا امروز این افکار از این پنتون ها بلند نمی شد؟ چرا این مرکز فحشا و بی‌حیایی از پنتون های موتو بلند نمی شد؟ فقط به خاطر برکت نمی تدریس مضمون ثقافت اسلامی هست که در هر صنف میرن و هر محصل جوان ارشاد و راهنمایی در رابطه با احکام دین می کنند، در رابطه با مسئولیت دینیشان می کنند، از حقایق اسلام اونا را آگاه می سازند، از خوبی های اسلام اونا را آگاه می سازند و اسلام من حیث یک دین کامل برایشان معرفی می کنند. و شک نیست که جوان ها به استا زمانی که مطابق فطرتشان چیزی گفته میشه اینا قبول میکنن و به می جهت است که افکار ملحدانه، افکار منحرفانه و افکار فحشا و بی‌حیایی که امروز به استا کسایی که در هوا و هوس غرق هستند جلو پیشرفت افکار از اینها را میگیرن. و زمانی که تحقیقات خود انجام دادن دانستن که یگانه سنگره که امروز ما نمیتونیم که افکار منحرفانه خود در بین جوانها پخش بکنیم اینمی سنگر میباشه. و به می خاطر است برادر اسلام که چند وقت پیش تحقیقات را که یکی از انستیتوهای مطالعات استراتژیکی افغانستان که به نام تحقیقات رادیکالیسم دینی کرده بود، اگر یادتان باشه، هدف اساسیش فقط از بین بودن و ملغا کردن اینمی به اسلام مضمون ثقافت اسلامی بوده. ما بسیار حیران هستم برادر اسلام که در یک جامعه اسلامی که در قانون اساسیش دین مقدس اسلام دین رسمی می باشه، در این کشور یک نفر می آید تحقیقات را در رابطه با افکار ملحدانه می کنه و او را برچسب به اسلام می ده، در رابطه با او هیچ کسی چیز نمی گه. رادیکالیزم دینی چی هست برادر اسلام؟ و افکار رادیکالیزم دینی از کجا ایجاد شد؟ این افکار ملحدانه هست که بعد از سقوط کلیسا در جهان غرب ایجاد شد و کسای ملحد و بیدینی به خدا که انکار خدا را در کشورهای غربی کردن و به اساس فعالیت های کلیسا را من حیث یک رکاوت و من حیث یک مانع در رابطه با فعالیت های ملحدانه خود می دانستن، مسئله رادیکالیزم دینی را ایجاد کردن که تا به این اساس جلو فعالیت های کلیسا را بگیرن. حالا تو برای ما بگی که دین مقدس اسلام ما با دین منحرفه کلیسا مقایسه کرده میتونیم؟ دینی که چند تا پاپ ها شش تا از پیش خود ایجاد کردن و نه با طبیعت انسان، نه با سرشت انسان و نه با خلقت انسان سازگاری داره، آیا این دین ما میتونه که با دین اسلام که جانب الله رب العزت آمده قیاس بکنیم؟ امروز تحقیقات ملحدانه در کشور اسلام که قانون اساسی ما رو زیر سوال میبره کسی چیز نمیگیش، ولیکن کسی که میاد در رابطه با اسلام خدمت میکنه، دعوای توحید میکنه، توحید رأس ستون اسلام است، اون را سب گرفته و در زندان میاندازن. توطئه که یکی از محصلین طبقه یوناس که چند روز پیش در پنتون کابل انجام داد و با نام فاکولته شرعیات که بالای متجاوز شدگی است و بالاخره تحقیقات هم به اجلاس صورت گرفت که او محصل از شرعیات نه بلکه از علوم اجتماعی بوده، اعاده حسیت شرعیات از کجا میشه برادر اسلام؟ امروز من من حیث یک استاد پنتون دانشگاه ما حق ندارم که یک رسانه را بیارم در پنتون و بسا گفتار خود در اونجا ثبت بکنم، ولیکن یک محصل میتونه که یک رسانه خارجی را در داخل پنتون بیاید و تحقیقات انجام بده.
و بالاخره آخرین چیزی که در رابطه با لغو مضمون تدریس ثقافت اسلامی در پیش گرفتند، در حقیقت دستگیری چند تا استادای از این مضمون ثقافت اسلامی می باشه که به این اساس اونا بتانند که تا راه از این پیشرفت جلوگیری اسلام بگیرند. ما از این منبر صدا میکنیم برادر اسلام، زمانی که ابراهیم علیه السلام در آتش انداخته شد و نمرود خواست که نور اسلام و توحید خاموش بسازه، چیز کردن نتانست برادر اسلام. فرعون سعی و تلاش و کوشش کرد که با ذبح کردن اولاد بنی اسرائیل نور توحید از بین ببره، ولیکن نور توحید الحمدلله باقی ماند. و ما ایره بیان میکنیم برادر اسلام کی کوشش ها و تلاش های مذبوحانه که به شکل از اشکال در رابطه با ملغا کردن مضمون ثقافت اسلامی به شکل از اشکال میشه، متوجه باشین که هیچ جایی را نمیگیره. وعده الله در قرآنش حق است، ما با وعده الله ایمان داریم. اگر ما باشیم نباشیم، این اسلام سرفراز است. این اسلام کسی چیزی کردن نمیتونه. وعده الله حق است برادرای اسلام. الله در دو جای قرآن مجید بر ما اوتو می فرمایا یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله یتم نوره ولو کره الکافرون. سعی و تلاش و کوشش میکنن که با دهنهای خود نور الله را خاموش بسازن، هرگز نه. الله نور خود کامل می سازن اگر چی کافرها نخواهند. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، او ذاتی هست که پیغمبر خدا با دین حق فرستاده لیظهره علی الدین کلی، کتاب بلای تمام ادیان غلبه حاصل بکنه. ولو کریه المشرکون، اگر انسان های بدعتکار و در خرافات و مشرک اگر چی نخواین، ولیکن نور دین الله جل جلو انشاءالله و تعالی تکمیل میشه. پس به این اساس ما تقاضا میکنیم که از بین بردن مضمون ثقافت اسلامی این هیچ وقت به نفع ما و شما نمی باشه. امروز جوان مسلمان ما در رابطه با اخلاق خود، در رابطه با خانواده خود، در رابطه با عقیده خود، در رابطه با عبادات خود، در رابطه با نظام سیاسی خود، در رابطه با نظام اقتصادی خود، در رابطه با نظام اخلاقی خود، تمام از این چیزها را در دوره مضمون ثقافت اسلامی که در 8 سمستر تدریس میشه، همه از این چیزها برایشان میگه و اونا واقعا میفهمند که اسلام یک دین کامل است که در برگیرنده تمام عرصه های حیات و زندگی ما اوتو میشه. و ما امیدوار هستم که انشاءالله و تعالی این چیز ما موفقیت برسه و همه ما و شما بتانیم که به حد توان و استطاعت خود در رابطه با این دین خدمت بکنیم. کلکم مسئولون و کلکم مسئول عن رعیته، هر یک شما مسئول هستین و هر یکتان در رابطه با رعیتتان مسئولیت دارین. پس هر کدام ما در رابطه با این دین احساس مسئولیت بکنیم برادر اسلام. اگر علما هستیم، اگر افراد عامی هستیم، اگر در دولت هستیم، اگر خارج دولت هستیم، بالاخره مسلمان هستیم برادر اسلام، بالاخره کلمه گوی هستیم برادر اسلام، بالاخره هر یک ما در رابطه با این دین مسئولیت داریم. اینمی کلمه را که ما تو خواندیم، اینمی کلمه مسئولیت داره و بزرگترین مسئولیت از این کلمه دفاع از این کلمه می باشه برادر اسلام. امروز یهود از این کلمه دفاع نمی کنه، امروز نصانی ها از این کلمه دفاع نمی کنند، امروز این دوهای گوپرست از این کلمه دفاع نمی کنند، از این ما تو دفاع می کنیم. امروز در سراسر جهان در مقابل از این علما اینمی قسم یک انگیزه ها ایجاد شده. تنها کشور ما تو نیست، بلکه ما در سراسر جهان که میریم مشکلات ایجاد است.